5 روز پس از فاجعه زمین لرزه در نپال، امدادرسانی به روستاهای دورافتاده این کشور به کندی انجام می شود. هنوز بسیاری از مردم در روستاهای نزدیک به کانون زلزله از ترس پس لرزه ها در خارج از خانه خود یا آنچه از آن باقی مانده زندگی می کنند. در روستای کاتلدادا یک معلم مدرسه از اینکه هنوز هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نشده خشم خود را ابراز می کند و می گوید بسیاری از کشورهای خارجی کمک ارسال کردند، اما به دلیل فساد ما هیچ گونه کمکی دریافت نمی کنیم. روستاهای بسیاری در ارتفاعات هیمالیا در منطقه گورخای نپال تقریبا کاملا ویران شدند. دسترسی به این روستاها بسیار دشوار است و تنها پس از چند روز کوهپیمایی امکان پذیر است. برخی از روستاییان پس از پیمودن 20 کیلومتر مسیر کوهستانی صعب العبور و 2 روز انتظار کمک ناچیزی دریافت کردند. این زن روستایی میگوید همه چیز بسیار مشکل است. پیدا کردن مواد غذایی، آب، روغن، نمک، همه دشوار است. خانه من ویران شده و هیچ چیز ندارم. واقعا وضعیت مشکلی است. کمیته صلیب سرخ نپال اعلام کرده که تقریبا همه ذخیره آذوقه این انجمن به اتمام رسیده است. نهادهای بین‌المللی تخمین زدند که نزدیک به 1.5 میلیون نفر در نپال به کمک‌های غذایی فوری نیازمندند. این روستایی میگوید که هیچ کمک غذایی دریافت نکرده است. سازمان ملل متحد خواستار کمک فوری 415 میلیون دلاری جامعه جهانی برای امدادرسانی به زلزله زدگان نپال شده است.